دوستان و همراهان عزیز کانال طبیعت درمانی سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز تو این ویدیو میخوام در رابطه با چین و چروک اطراف چشم و روش های از بین بردن اون در منزل رو بهتون معرفی کنم. پس تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین و همچنین لایک کردن و سابسکرایب کردن کانال ما رو فراموش نکنین. استفاده از روغن کرچک. از آنجایی که یکی از دلایل اصلی چین و چروک زیر چشم کم بوده رطوبت است، ماساژ روغن کرچک در ناحیه زیر چشم واقعا میتواند کمک کند. هر شب قبل از خواب این کار را انجام دهید. به یاد داشته باشید که بیش از حد از آن استفاده نکنید. زیر روغن کرچک یک روغن بسیار غنی است و کمی از آن میتواند کارایی لازم را داشته باشد. با استفاده منظم پوست ناحیه زیر چشم بار دیگر انعطاف پذیر میشود. استفاده از روغن گل رز. این روغن به خاطر خواص ضد پیری آن مشهور است. به سرعت جذب می شود و حتی می تواند در سراسر صورت به عنوان یک درمان ضد پیری استفاده شود. این یک روغن با جذب سریع است و حتی برای افرادی که مستعد ابتلا به آکنه و جای آکنه هستند نیز بسیار عالی است. این روغن را به عنوان یک ضد لک نیز می شناسند. برای این کار مقداری کمی از روغن گل رز را گرفته و به قسمت‌های از صورت که دچار چین و چروک است بمالید و صبح روز بعد آن را بشویید. استفاده از آناناس. آب آناناس دارای آنزیم‌هایی مانند برومیلین است که یک ضد التهاب طبیعی است و منبع طبیعی آلفا هیدروکسی اسیدها است و می‌تواند چروک زیر چشم را درمان کند. آب آناناس همچنین دارای خواص سفت کنندگی است. مقداری آب آناناس را زیر چشم بمالید و بعد از 20 دقیقه آن را با آب سرد شستشو دهید. استفاده از سفیده تخم مرغ. سفیده تخم مرغ در سفت کردن پوست مؤثر است. با استفاده از قلمو لایه نازکی از سفیده تخم مرغ را زیر چشم بمالید و آن را قبل از خشک شدن بردارید. اگر کامل خشک شود ممکن است برداشت آن دشوار باشد و باعث آسیب به پوست حساس زیر چشم شود. استفاده از روغن نارگیل. روغن نارگیل یک منبع عالی رطوبت است. محتوی چرب در روغن نارگیل به داخل پوست نفوذ می کند و به سطح زیر چشم رطوبت می رساند. ناحیه زیر چشم را دوبار در روز با روغن نارگیل ماساژ دهید و بگذارید تا شب روی آن بماند و صبح روز بعد آن را با آب ولرم بشویید. استفاده از آووکادو. آووکادو دارای روغن طبیعی است که نشانه های اولیه پیری را کاهش می دهد. خمیر آووکادو را زیر چشم ها بمالید و بگذارید کاملا خشک شود. سپس آن را بشویید. این کار می تواند برای بقیه صورت نیز انجام بگیرد. استفاده از چای کیسه ای. دفعه بعد که چای خود را می نوشید کیسه های چای را بلافاصله بیرون نریزید و برای استفاده بعدی آن را در یخچال قرار دهید. یک کیسه چای را بر روی پلک قرار دهید. این کار می تواند چروک زیر چشم را از بین ببرد و همچنین منطقه زیر چشم را خنک نگه دارد. استفاده از انگور. اسیدهای انگور در کاهش علائم اولیه پیری بسیار مؤثر هستند. یک انگور را از وسط دو نصف کنید و آن را در ناحیه زیر چشم بمالید و بعد از 20 دقیقه کل صورت خود را با آب سرد شستشو دهید. انگور در محکم کردن پوست بسیار عالی است و بدین ترتیب باعث کاهش چروک زیر چشم می شود. استفاده از روغن کنجد. این روغن می تواند به طور موضعی برای کمک به مرطوب کردن پوست ظریف اطراف چشم و رفع چروک زیر چشم استفاده شود. روغن کنجد از طریق ایجاد یک مانع روی پوست صورت باعث آبرسانی می شود. این مانع کمک می کند تا آب در پوست نگه داشته شود. روغن کنجد علاوه بر کمک به حفظ رطوبت طبیعی پوست باعث رطوبت پوست نیز می شود. برای این کار تنها لازم است که مقداری از روغن کنجد را به اطراف چشم خود بمالید تا به مرور زمان شاهد تغییرات در اطراف چشم خود باشید. استفاده از آب پرتقال. آب پرتقال خطوط و چروک صورت را کاهش می دهد. برای استفاده از این ماسک دور چشم طبیعی یک تکه پنبه را بردارید و مقداری آب پرتقال طبیعی را روی آن بچکانید. با ضربه های ریز و آهسته پنبه را به دور چشم خود بزنید.
این کار رو دوبار در روز صبح و عصر تکرار کنید. مراقب باشید که آب پرتقال درون چشمتان نرود. بعد از استفاده چند هفته ای از این ماسک دور چشم خودتان تفاوت را مشاهده خواهید کرد. امیدوارم که مطالب گفته شده در این ویدیو برای شما مناسب و مؤثر واقع شود. با تشکر از شما همراهان عزیز که من را تا انتهای این ویدیو همراهی کردین. تا درود دیگر، بدرود.